برگشتیم امروز پنج شنبه است و در بخش چهره ها میزبان یکی از چهره های خوب چهره های قلم بدست این سرزمین هستیم که همیشه توسط قلم خواستن درد این ملت لااقل به او ورق سفید به تصویر بکشن و گاه و ناگاه ما هم سر می زدم به مقاله هایشان که نوشته می کردن و می خواندم. امروز چهره ما را مریم جان برتون معرفی مهمان امروز ما جناب دکتر ملک ستیز هستند، پژوهشگر در امور بین الملل. سلام به شما، صبح بخیر، خوش آمده. سلام بر شما، سلام بر بیننده های ارجمند. سلامت باشید. امروز خیلی خوشحال هستیم که شما را با خود داریم، ولی میخوایم در اول بریم به طرف ولایت زیبای خوست. از خوست بر ما بگویید و از مکتبتان بگویید. بسیار. ما متولد شهر زیبای خوست هستم. زمانی که پدرم میر محمد خان خوشیوال یکی از اراکین ولایت بود، در آن زمان خوست و گردیز متعلق به یک ولایت بود، حال تغییر کرده. بعد در اموج به دنیا آمدم، در تپه متون، یک منطقه بی‌نهایت زیبای است. بعد تا 7 سالگی ما در گردیز و خوست می بودیم، چون در آن زمان رهبران ولایت زمانی که هوا سرد می شد به خوست می آمدن و زمانی که هوا گرم می شد به گردیز می رفتن، چون اقلیم دو شهر متفاوت. گاهی رفتین از او جاها، حال هم دیدن کردین یا خیر؟ از با تاسف نه، ما بالاخره تپه های زیبا بسیار علاقه دارم که یک روز برم. از 7 سالگی از خوست چیزی به یاد داری جناب ستیزه؟ بله، یکی از خاطرات خوب من در خوست زمانی بود که اعلی حضرت ظاهرشاه به خوست آمد بر بازدید و خوست و ما طفلای خرد بودیم، به ما وظیفه داده بودن که یک شعر بخوانم و از اعلی حضرت استقبال بکنم و جالبی است که بر ما لباسای افغانی پوشانده بودند. وقتی که اعلی حضرت پایان شد، من رفتم و یک شعر که به ما گفته بودند که باید برش بخوانم خواندم و رویم بوسید و آمد و داخل شهر شد. یه خاطری است که بر ما مانده از خوست. و از لیسه حبیبیه قصه کنین، از دوران مکتب چطور که از دورایی که مکتب خلاص کردین و باز بخیر رفتین به کشورهای دیگه، مسکو و ادامه تحصیلات. بله، شما معلومه شما را خوب میشناسین. بله، بعد صنف 7 بخشین 7 ساله آمدیم به کابل. هیچ اونجا مکتب نخوانده؟ در اونجا صنف اول. صنف اول باید خوانده؟ بله، صنف اول و دوم را بعد خوست و گردیز بودیم. بعد آمدیم به کابل، در کارتی 3 خانه ما بود. دوره ابتدایی را به مکتب عبدالعلی مستغنی خواندیم و بعد به لیسه حبیبیه رفتیم. بله، یکی از خوبترین مراکز آموزشی کشور ما که در اوج بله با گروه از نوجوانایی که تا هنوز همراهشون ارتباط دارم تحصیل کردیم و آموختیم. جناب ستیز صاحب، پس از تحصیلات عالیتان اگر بیایم به 1999 صحبت بکنیم، چی به یاد دارین از 1999؟ بله، از 1999 خوب ما در پس از یک از تحصیلات از لیسه حبیبیه ما رفتیم به مسکو. در اونجا اینستیتوت روابط بین الملل مسکو را ما در سطح ماستری در اونجا تمام کردم. تقریبا 8.5 سال تحصیل کردیم در مسکو. که باز به دنمارک رفتیم؟ بعد از او بله رفتیم دیگه. خب وضعیت کشور طوری نبود که جنگ ها به شدت دوام داشت. سال 1994 بود مهاجر شدیم، بعد رفتیم مهاجر شدیم. سال 1999 شما یک پرسش جالب مطرح کردید. در اون زمان بله ما یک رادیویی را در دنمارک که رادیوی افغانهای مقیم اروپا بود به نام ندای وطن ساختم و او رادیو با همکاری
چهره های بسیار مطرح کشور ما، زنده یاد دکتر جاوید، زنده یاد دکتر اکرم عثمان، استاد ارجمند که میاله در هامبورگ تشریف دارن، استاد اسدالله حبیب، زنده یاد ظاهر هویدا، فرهاد دریا، دوست بسیار ارجمندم، بعد اسد جان بدی، آقای وحید قاسمی، اینها کسانی بودند که با ما در این رادیو همواره کمک میکردند. دوستای دیگری که اگر زنده یاد رازق فانی، شاعر بسیار ارجمند ما بعدن متاسفانه وفات کردند، اینها کسانی بودند که با ما در ساختن این رادیو بسیار همکاری کردند. پس یاران ما هستند. یاران ما هستند و همکارانی که با ما در رادیو کمک کردند، زرلشجان حبیب، منصوریان سکندری، اینا کسانی بودند، اجملجان امین، که به خاطر این رادیو یک رادیوی هم اطلاعاتی بود، هم رادیوی ذوقی بود، هم رادیوی فرهنگی و اجتماعی. جناب ستیز، یک جایی در نوشته‌هایی که از شما نشر شده بود خواندم که تشویش شما دائم الوقت یا بعضی اوقات این بوده که من نتانم خود با منطق زمان عیار بسازم. آیا هنوزم این ترس و تشویش با شما هست یا خیر؟ بله، تشکر که شما یاد کردید. یکی از مقالات ما بود که منطق زمان رو باید درک کرد. ما بحث ما در اینجا بود که ما در جامعه خود الگوهایی رو که می برداریم، این الگوها با شرایط و وضعیت زندگی ما همخوانی و هم سازگاری نداره. از این روز که ما همیشه در پارادوکس مدرنیته و سنتگرایی در جدال هستیم و این جدال همیشه جامعه ما را آسیب پذیرفته. بله، میخوایم چیزی را به یادتون بیارم. از نوجه جان کارگر بر ما بگوین و همچنان از لاله جان بگوین و پسر عزیزتان که بزرگ است کاوه جان هم بر ما کمی تعریف بگوین و یک فرزندتون هم باقی مانده. بله، دو فرزندم باقی مانده. بله، ناجه کارگر همسر ما است. تحصیلات خود را در زمینه ژورنالیسم تمام کرده. و میگه یک رفیقتان هم است. گاه ناگاه، بله، میگه کمکتان میکنه. گاه ناگاه اگر همچو یک همکاری نبود، من کسی استم که در نهادهای بین‌المللی کار میکنم، همیشه در سفر استم، در کشورهای افریقایی، آسیایی، جنوب شرق آسیا، آسیای مرکزی و افغانستان. اگر همسر مثل یا رفیق مثل ناجیه در کنار من می بود، بر من زندگی خیلی دشوار بود واقعا. و ما دوستش داشتم که با هم ازدواج کردیم و همیال هم مثل روزهای اولش دوستش دارم. در مورد کودکانم باید بگویم که پسرم کاوه تحصیلاتش خود را در سطح ماستری در حقوق تمام کرده دانشگاه کوپنهاگن. دو دختر دوگانگی دارم که یکی شما نام بردین لاله و دیگرش پونه نام دارم. لاله و پونه اینها ماستری خود را در روابط بین الملل از دانشگاه غاسکیل گرفتن و یک پسر خرد دارم که 12 ساله است، نامش است کیومرس و او یگانه رفیق من است که شب و روز با هم در جدال هستیم. بله، کاش کابل می بود لاله جان و پونه جان که در بخش دگانگی ها دعوت شما میکرد. جناب ستیز، کشورهای مختلف سفر میکنین، همیشه در حال سفر هستین، افریقا، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، مسکو، کشورهایی است که زیادتر میرین و میباشین. چی رو پیدا کردین بین این کشورها؟ او چیزی که در افغانستان هست تو در این کشورها پیدا نمیشه؟ بله، چیزی که در افغانستان ما پیدا میکنم خودم است. ما چیزی را که گم میکنم دوباره به دست میارم. همی غربت یک مقوله خیلی دردناکی است. اما چیزی که در اونجا هاست و در افغانستان نیست، همدیگر پذیری است. ما در افغانستان کمتر همدیگر خود را میپذیریم، اما در کشورهایی که
اکثرا شما ازش نام بردین، حتی می کشورهای افریقایی یک فرهنگ هم دیگر پذیری دارن. و امین ما یک مدتی در یک کشور آفریقایی به نام ملاوی کار کردم، در جنوبترین منطقه افریقای جنوبی، هم مرز جمهوری افریقای جنوبی است. اینها جنگ های گسترده را سپری کردند، مشکلات اتنیکی دارن، مشکلات مذهبی دارن، شباهت های زیادی دارن به افغانستان. اما اینها با حمایت مندلا، البته من در اون زمان کار میکردم، مندلا یک منشوری را در افریقای جنوبی مطرح کرد به نام منشور مندلا، که این منشور جوهرش تساهل و همدیگر پذیری بود. و این همدیگر پذیری چنان تأثیر گذاشت که امون ملاویه که مرکز جنگ در افریقای جنوبی بود، حال به طرف شگوفایی و تساهل و امنیت روان است. و این یکی از نبوت‌های ماست. بله. جناب ستی صاحب، میخواییم که کمی هم از ترس صحبت بکنیم. گاه و ناگاه ترس هم در وجودتان احساس میکنید شما؟ و ترس امروزتان چه هست؟ به شدت. البته خوب میدونین ما یک پژوهشگر و تحلیلگر هستم. هر زمانی که ما یک مسئله را میخوایم تحلیل بکنم، بر ما خب ما یک زندگی بر ما یک شانسی را میسر ساخته که ما هم در شرق تحصیلات کردم و دوباره وقتی که رفتم به غرب، در غرب هم تحصیلات کردم. ما از تحلیل وقتی میکنم از شرق و غرب اندوخته هایم جمع میکنم و تحلیل را میکنم. تحلیل ما این است که اگر ما، و ترس ما از این تحلیل این است که اگر ما نتوانیم در میانه این دستگاه بسیار بزرگ شرق و غرب خود را تعریف نکنیم، و چون از لحاظ موقعیت جغرافیایی در یک جدال غرب و شرق قرار داریم، ما همیشه قربانی خواهیم بود. و این یک ترس بسیار بزرگ است که ما نتوانیم همچون یک فضا را بر خود ایجاد کنیم. جناب ستیز، چقدر از این بود تحلیلگریتان در زندگی شخصیتان استفاده میکنین؟ یعنی مسائل زندگی را همه طور خیلی با دقت تحلیل میکنین و تصمیم میگیرین یا خیر؟ داخل زندگی بله، شخصی؟ بله، بله. بسیار سوال جالب شما مطرح کردین. ما یک دوست استراتژیست داشتم که وفات کرد متاسفانه سال گذشته، که یکی از استراتژیست های بسیار مشهور بود. او در استراتژی امین منشور مندلا را با مندلا کار کرد. بنت وست نام داشت، که در افغانستان هم به ما بسیار کمک کرد. ما نهادهای را در افغانستان ساختیم و او یکی از استراتژیست هایی بود که مرا بسیار کمک کرد. من از او آموختم که انسان یک دولت کوچک است، و وقتی شما یک استراتژی میسازین بر دولت، شما باید بر خود هم یک استراتژی بسازین. و این استراتژی از سه لایه ساخته شده. اول ویژن یا دورنما و هدف غایی و نهایی شماست، که شما خود را تعریف میکنین که هدف نهایی شما چیست. بعد برای رسیدن به این هدف یا این ویژن شما یک میشن میسازین، یک ماموریت میسازین. یعنی برای که شما به این هدف برسین، چه ماموریتی باید از خود بجا بگذارین؟ بنان این ماموریت را شما باید بهش برسین، یعنی بیاموزین، تجربه بیاموزین، آموخته هایتان را. بله. و سپس برای رسیدن به او برنامه را بریزین. از این سبب است که من امون استراتژی را در زندگی شخصی خود استفاده می کنم. خیلی هم سپاسگزار هستیم، افتخار بخشیدین که امروز تشریف آوردین و صحبت های شیرینتان با ما شریک ساختین. خیلی هم سپاسگزار هستیم. میریم به طرف وقفه و پس از او ادامه برنامه بامداد امروز.